عزیز، امشب اومدم بین مرز اردن، بین مرز دانمارک و آلمان، پیش خانواده آقای جوامیری که از کرمانشاه اومدن. بله، قبلا این خانواده جوامیری بین مرز اردن و عراق بودن با خانوادهشون، با ایمانجون که اون موقع کوچیک بود. چند سالش بود؟ 3-4 سالش بود؟ 4 سال بودم. 4 سال بودش که انگلیسی بلد بود، میگفت Hello, how are you? My name is Iman. حالا دیگه دختر بزرگ شده. و با خانم جوامیری که اومدیم اینجا. خب چطور هستید؟ سلامت بید. تو کردی قصب من ترجمه کنم. و دست خوشی لبن یاد نوروز کم کمک پنابر یک جور من 37 سال در و دریوم کمک بکرده دست خوشی لبن کم تشکر و قدردانی از بنیاد نوروز و از آمدن آقای مالیزاده و از هموطنانی که به بنیاد نوروز کمک میکنن قدردانی و تشکر میکنیم. زور سپاس وزیده که اون روزی که شب اولی که اومدم اونجا رو یه خاطره خوبی داشتم که ما اومدیم اونجا و مرز اردن. بله. و با جیپ ارتش اردن اومدم اونجا. بله، دست خوشی که ایمدید هم و جیپ ارتش اردنی آمدی و خرج برامن آوردی و پاره برامن آوردی. خیلی خیلی ممنونه بنیاد نوروزی. خواهش میکنم. میگم من خیلی تشکر و قدردانی از بنیاد نوروز میکنم که از همان اوایل سال که خودش به ما رسون از طرف با جیب اردنی و مرزبانان اردنی که آمدن توی کمپ به ما کمک کردن، ما تشکر میکنیم. اون کارهایی که بنیاد نوروز کرده هیچ وقت فراموش نمیکنیم. آره، اون هدیه ایرانی ها بودش، هدیه ایرانی ها بودش که دادن که من بیارم اونجا و تو کمپ شما بیارم. او هدیه له او کومک له هین کسلی که اونه که لو دروی ولان ده امریکا یعنی اونسیانه او دست باشیلی او که کرد و کرزوانه بیبیشن حال دروی ولان من دست باشیلی گشتی کم ممنون گشتیم کومک بنیاد نوروز کردو رای به هنر دستیم ممنون گشتیم. تشکر و قدردانی از تمام هموطنان ایرانی، چو کرد چو بلو، هر قومیتی که هستن از خارج از کشور که به بنیاد نوروز کمک کردن و این کمک ها به ما رسیده، ما هم تشکر میکنیم. خیلی ممنون. یه میاد که اومدم تو چادرتون و خانومتون یه دونه با یه خبرنگار و با یه پرستار اومدم و خانوم یه دونه غذای خوشمزه درست کرده بود با بادمجون و غذای دون بسیارم خوشمزه بود. مشهد و فکر می تو انا که حتما نو کمپکت ان ولی خبرنگار ولی پرستاریچا که تو غذای خوش را من درست کردم، انا غذای خوش و دست خوش نوشیدنی بود. میگه آقا میگه نوش جانت خیلی خوش اومدی. خواهش میکنم. بعد اون موقع ما ایمانجا رو که کوچولو بود و انگلیسی هم بلد بود رو آره. خب ایمان جان چطور هستی؟ والا خوبم، یعنی بسیار خوشحال شدم بعد چند ساعت تونستم تو را ببینم. واقعا تو مثل یه پدر بودی، نه واسه من، واسه همه بچه‌هایی که تو اردن بودن. ما تشکر از شما، از شما، از بنیاد نوروز خیلی خیلی میکنی، یعنی شما به داد ما رسیدین. ما یعنی نمیدونم چجوری تشکر از شما بکنیم. نه، من از اونا مردم کمک کردم. از همه اونا که کمک کردن، از همگی بنیاد نوروز، از همگیشون. خواهش میکنم. چه خاطراتی یاد میاد که اون جیپت ارتشیا اون چیزا یاد میاد؟ آره، همه یادم میاد که ببینم. آره، همه رو یادم میاد. کوچیک بودی اون وقت که آمریکایی ها باید عکس گرفتن، یابانی ها همشون اومده بودن، ژاپنی ها. آره، اون شب اول که فیلم گرفتیم. آره، واقعا ایمان جون، آقا بهمن بود که صدای شما و بچه ها و اون پناهندهایی که در مرز عراق و اردن از همان اوایل 2005 که امریکا آمد عراق، که آقای بهمن بود که صدای شما به تمام خبرنگارها و کسانی که ادای حقوق بشر میکنن، آقا بهمن بود که این صدا رو رساند. خیلی
خیلی ممنون آقا بهمن و بنیاد نوروزم هستیم. چه خوب شد فارسی تو قشنگ یاد گرفتید، با اینکه توی عراق به دنیا اومدی، با اینکه مشکل بود که فارسی یاد بگیری، چه خوب شد که شما یاد گرفتی. آره دیگه اون کتابایی که آوردیم آره اون کتابایی که تو رو آوردی آزاد کمکم خیلی کرد. همیشه واسم میخوند دیگه منم یاد گرفتم. بله اون رو یه آقایی از لس آنجلس به بنیاد کمک کرد و ما رفتیم از فروشگاه ایرانی شرکت کتاب، کتاب فارسی که شما ایرانی ها هدیه داده بودین به بنیاد رو آوردیم. این دختر جوان یکی از نمونه شما هستش که با هدیه که به بنیاد دادید تونست فارسی یاد بگیره که الان قشنگ با شما صحبت بکنه. الان فارسی هم خوب شده مثل اولیست. خوشحالم. بعد ایمان جان اومد با من رفتیم به ایزدیا کمک کردیم، رفتیم توی کمپای اونا و به مردم ایزدی تو دوهوک و اونجاها براشون اسبابازی و چیز بردیم. واقعا اون روز بهترین روز زندگیم بود که تونستم منم یه روزی بشه که منم کمک کنم به پناهبرام. خوشحالم. و پیامی داری برای ایرانیایی که این فیلمو دارن نگاه میکنن؟ آره من واقعا تشکر از همه ایرانیا، همه اونایی که کمک کردن، از همهشون خیلی خیلی ممنون و انشالله ما بتونیم یه جوری بشیم که یه روزی بشه اونا که به ما کمک کردنم افتخار کنن که به ما که ما ایرانی هم هستیم و افتخارم میکنیم. زور سپاس، مرسی. من دیگه اومدم امشب منزل اینا در بین مرز دنمارک و آلمان و اینجا شنیدم راحت تونستن پناهندگیشون رو بگیرن و خوشحالم. بیمه باشم. Merci, zor spas. Merci.